فولکر ترک، زنان و خبرنگاران افغان از بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان رنج می‌برد. یک نظامی حکومت پیشین در اثر برق گرفتگی در ایران جان باخت. ایران در حال سرشماری و ثبت مجدد نظامیان پیشین افغان در این کشور است. منابع محلی: طالبان مدیر امنیت ملی سابق هلمند و 7 همکارش را بازداشت کرد. رسانه هندی از بازداشت یک شهروند هند به ادام عضویت داعش خراسان در قندهار خبر داد و همچنان در پایان غرب کابل در حال مبدل شدن به جهنم تدریجی. مشروع خبرها: فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که زنان مدافع حقوق بشر و خبرنگاران افغان از بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان رنج می‌برند. او در بیانیه در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفته که از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به ویژه نقض همه‌جانبه حقوق زنان و دختران که آنها را از هر جنبه زندگی عمومی از جمله آموزش و تحصیل محروم می‌کند، نگران است. با گفته وی، آزادی‌های مدنی و آزادی رسانه‌ها در افغانستان عمیقاً محدود شده است. او تصریح کرده است از سرگیری اعدام در محضر عام وحشتناک است. این مقام سازمان ملل متحد همچنان از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، به ویژه کسانی که با خطر آزار و شکنجه در افغانستان روبرو هستند، اظهار نگرانی کرده است. با رویکار آمدن طالبان در افغانستان، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای را به شهروندان این کشور در بخش‌های مختلف وضع کرده است. یک نظامی حکومت پیشین در اثر برق گرفتگی در ایران جان باخت. منابع ملی در تخار میگویند که یک عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در اثر برق گرفتگی در ایران جان باخته است. منابع تایید میکنند که این نظامی حکومت پیشین در نتیجه شارتی برق جان داده است. این فرد حسیب الله نام داشت و باشنده اصلی ناحیه 4 شهر طالقان، مرکز ولایت تخار بود و در ساختمان در شمال تهران کار میکرد. با گفته منابع، حسیب الله 3 فرزند خردسال بر جای مانده است که در ایران زندگی میکنند. ایران در حال سرشماری و ثبت مجدد نظامیان پیشین افغان در این کشور است. منابع خبر دادند که جمهوری اسلامی در حال سرشماری و ثبت مجدد نیروهای پیشین امنیتی افغان در ایران است. 2 نظامی سابق افغان میگویند که دلیل ثبت دوباره ایجاد سهولت برای این پناهجویان اعلام شده، اما برنامه اصلی مشخص نیست. طبق اطلاعاتی که رسیده، اداره اتباع خارجی جمهوری اسلامی با شمار از نظامیان سابق افغان که به ایران پناه بردند تماس گرفته و مشخصات آنها را جویا شده است. یک نظامی حکومت پیشین گفت که مسئول اداره اتباع ایران در تماس با او پرسیده قبلا در کجا ایفای وظیفه کرده و سمت او چی بوده است. این در حال است که جمهوری اسلامی مهاجران افغان را سرشماری کرده و برای آن جواز اقامت میدهند. منابع محلی: طالبان مدیر امنیت ملی سابق هلمند و 7 همکارش را بازداشت کرده است. منابع محلی گفتند که ماموران استخبارات طالبان مدیر امنیت ملی سابق شهر لشکرگاه و 7 همکار سابقش را بازداشت کرده است. به گفته این منابع، نیروهای استخبارات طالبان این افراد را در مناطق مختلف شهر لشکرگاه بازداشت کرده است. رسانه هندی از بازداشت یک شهروند هند به ادام عضویت داعش خراسان در قندهار خبر داد. رسانه هندی هند و پوز گزارش داد که طالبان یک شهروند هند را به ادام پیوستن به شاخه خراسان داعش بازداشت کرده است. بنوشت این رسانه، این شهروند هند در حال حاضر در قندهار زندانی است و از او بازجویی می شود. هند و پوز در گزارش خود نوشت که این شهروند هند اهل شهر مالاپورام است. طالبان این شهروند هند را متهم کرده که از طریق تاجیکستان وارد افغانستان شده است. نام او ثناالاسلام اعلام شده است و گفته شده که او در زمان سفر به ولایت قندهار به دست ماموران استخبارات طالبان بازداشت شده است. وضعیت ناگوار زنان در زندانهای طالبان در حوزه غرب کشور. یافته های روزنامه 8 صبح از وضعیت زنان زندانی در 5 ولایت حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که زنان زندانی به اتهام‌های وحی و به شکل خودسرانه توقیف و در مابس این گروه شکنجه شدند. در حال حاضر دست کم 340 زن در 5 ولایت حوزه غرب کشور در زندانهای طالبان به سر می‌برند که عمدترین اتهام‌ها علیه آنان برقراری تماس تلفنی با مردان خانواده است.
موقعیت نامناسب زندان، تغذیه ناسالم، عدم رعایت بهداشت، نبود خدمات پزشکی و درمانی مناسب، ناسازگاری و رفتار زشت زندانبانها، نبود زندانبانهای مسلکی، استفاده از دستبند، غل و زنجیر، حین انتقال به مراکز صحی بیرون از زندان، محرومیت از ارتباط منظم با خانواده و چندین مشکل دیگر از چالش‌هایی است که زنان زندانی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی در زندان‌ها محرومند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که هم از زندان‌های زنانه از سوی فرماندهان نظامی طالبان مدیریت می‌شوند و هیچ زنی در مدیریت این زندان‌ها نقش ندارند. در گزارش نام‌ها به دلیل تهدیدات امنیتی مستعار ذکر شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش در هیچ یک از ولایت‌های حوزه غرب شامل هرات و غور و بادغیس فرا و نیمروز زندان مستقل و معیاری که مخصوص زنان باشد وجود ندارد. ولایت هرات که از لحاظ داشتن تأسیسات دولتی برای نهادهای مختلف حکومتی نسبت به سایر ولایات حوزه غرب مجهزتر است، نیز زندان مناسب برای نگهداری زنان ندارد. در این زندان‌ها زنان بیشتر به اتهام ارتباط با مردان و فرار از منزل و تعداد هم به اتهام جرایم مانند سرقت و قتل زندانی هستند. زندان زنانه هرات. در زندان زنانه هرات حدود 250 تا 300 زن زندانی هستند. این زندان از سال 2019 با سقوط جمهوریت اسای علی عزیزی که افسر پلیس زن مدیریت می‌شد. این مسئول زندان زنانه هرات که یک هفته پس از سقوط نظام جمهوریت بنا بر خواست فرمانده عمومی زندان طالبان در هرات به وظیفه برگشت مفقود شد. از آن زمان تا اکنون از سرنوشت و ادلای در دست نیست. پس از مفقود شدن بانو عزیزی، این زندان تا هنوز اسای یک فرمانده نظامی طالبان مدیریت می‌شود. بی بی هورا 24 سال سن دارد. او به اتهام فرار از منزل با پدر و مادرش زندانی شده بود. طالبان پدر و مادر وی را پس از یک هفته از زندان آزاد کردند، اما بی بی هورا را دو ماه نگه داشتند. او پس از رضایت شوهر از سوی طالبان از زندان زنانه هرات رها شده است. بی بی هورا میگوید 6 سال می شود که عروسی کردم. هر وقت با شوهرم جنگ دعوا می کردیم مرا می زد. این بار مرا خیلی زد. از خانه بیرون شدم و به خانه مادرم رفتم. شب هم ماندم. صبح وقت رنجر آمد. شوهرم با 3 تا طالب من و پدر و مادرم را به حوزه برد و بعد به قومندانی. پدر و مادرم را یک هفته بعد آزاد کردند، اما مرا در زندان نگه داشتند. بانو هورا می افزاید با وجود که شوهرم می فهمید من قهر کردم و دوباره برمیگردم خانه، باز هم آن کار را کرد. وقت از او پرسیدم که چرا آن کار را کردی، گفت زنی گفته و مردی. همچنان گفت باید بفهمی که این جمهوریت نیست که هر دم دلت خواست صدا بلند کنی و اوقات تلخی کنی. بی بی هورا تاکید میکند که به دلیل شکایت شوهرش دو ماه در زندان طالبان سپری کرده تا اینکه با وساطت برادر همسرش شوهرش رضایت داده تا او از زندان رها شود. هورا میگوید که اکنون شوهرش با او مانند یک برادر رفتار میکند و ناگزیر است سکوت کند. اتهام رابطه خارج از ازدواج مورد دیگری است که پای زنان را به زندانهای طالبان کشانده است. این اتهام به دلیل یک ملاقات عادی یا تماس تلفنی نیز بسته شده است. زنان زیاد در زندانهای حوزه غرب طالبان به این اتهام زندانی شدند. فریده نام مستعار. دختر جوانی است که هنگام تماس تلفنی با یک مرد بازداشت شد. از مردی که فریده متهم است به او رابطه خارج از ازدواج داشته یک خیاط است. این خیاط از چندین سال به این طرف لباسهای همه اعضای خانواده فریده را می‌دوخته است. وقت فریده با او در مورد دخت لباس محفلی صحبت می‌کرده، از سوی جنگجویان طالبان گرفتار شده است. طالبان بر بنیاد این اتهام او را 6 ماه زندانی کرده است. فریده میگوید همراه مادر و خواهرم به جاده لیلومی رفتیم برای لباس پارچه خریدم. مادر و خواهرم به زرگری رفتند. با مادرم گفتم تا شما از زرگری خلاص می شوید من لباسها را به خیاط میبرم و برمیگردم. چند سال است که همه خانواده ما لباسهای خود را در همین خیاطی می دوختیم. شماره خیاط را ثبت داشتم. زنگ زدم تا بپرسم که در دکان است و نوبت به من میرسد یا نه، چون محفل عروسی نزدیک بود. خیاط میگفت لباس زیاد به نوبت گذاشته است و نمیتواند از ما را بدوزد. من همراهش بس میکردم و میگفتم ما مشتری چند ساله شما هستیم، باید لباس ما را بدوزید. این دختر جوان میافزاید خیاط قبول کرد و گفت لباسات را بیاورد، چون شناس ما بود. با او راحت و با شوخی حرف میزدم. همین که نزدیک مارکت فردوسی رسیدم تلفن را قطع کردم و داخل مارکت شدم. زمانی که به دروازه دکان خیاط رسیدم یک طالب پیشوریم استاد و گفت به حیا فاحشه حرکت کن. حیران ماندم که چه شده است. بعد یک زن که ماسک داشت و چادری پوشیده بود دستم را گرفت و به زور مرا به موتر سوار کردند و به حوزه امنیتی خود بردن. فریده که از تلخی‌های رفتار و گفتار زشت جنگجویان طالبان در قماندانی امنیه و زندان این گروه روایت‌های تلخ و دردناک دارد میگوید با هر طالبی که روبرو می‌شدم به جز توهین و تأخیر چیز دیگر وجود نداشت. تمام زنانی که مثل من به اتهام رابطه نامشروع زندانی بودند
با طالب که روبرو می شدن گپ اول و آخرشان فاحشه بود. این دختر جوان در مورد رفتار طالبان با زندانیان زن چنین روایت میکند: در قماندانی که از من بازجویی میکرد روز یک طالب که خیلی عصبانی بود گفت که امریکایی ها شما را به فحشا معتاد کرده، بغیر از کشتن دیگر رقم شما توبه نمیکنید. فریده که بعد از 6 ماه از زندان طالبان آزاد شده میگوید زندانی شدن به اتهام رابطه نامشروع زندگی او را سیاه کرده است. او که پس از رهایی دو ماه را در خانه مامایش سپری کرده میگوید که برادرش سوگند خورده بود که او را خواهد کشت، اما سرانجام با پافشاری مامایش اجازه یافته که به خانه برگردد و بینان یک مجرم نابخشودنی زندگی کند. عدم دسترسی به وکیل مدافع در قضایای جزایی از چالش‌های دیگری است که زنان متهم به آن دچارند. طالبان زنان متهم به قضایای جزایی را از داشتن وکیل مدافع محروم کردند. تنها در موارد اندک زنان متهم که شناخت یا واسطه در میان جنگجان طالبان داشته باشد می‌توانند وکیل مدافع داشته باشند. نبیله مادری است که دخترش به اتهام ناسازگاری و ضرب شتم شوهرش به زندان افتاده است. او میگوید که با مشکلات فراوان توانسته با پادرمیانی و واسطه از میان طالبان برای دخترش وکیل مدافع پیدا کند. این در حالی است که وکیل مدافع خود به دردسر بزرگتر برای دختر نبیله تبدیل شده است. این وکیل مدافع نه تنها نتوانسته از پرونده لیلما یا مستعار در دادگاه طالبان دفاع کند، بلکه اتهام سنگین‌تر دیگر برایش پیدا کرده است. مادر لیلما میگوید با بسیار مشکل به وسیله یک مولوی صاحبیان طالب که سابق همسایه ما بود و فعلا در حکومت رژیم طالبان کار میکند توانستیم برای لیلما وکیل مدافع بگیریم. اما چه خبر از عواقب بعد؟ بار دوم که وکیل مدافع به دیدن لیلما به زندان رفت، به ناحق و ظالمانه او را دستگیر کردند که با لیلما ارتباط نامشروع برقرار کرده است. نبیله با چشمان اشک‌آلود می‌افزاید به قرآن قسم که به دخترک بیچاره ام به دروغ تهمت زدن. او هر لحظه به فکر مرگ خود است و زندگی بیزار است و این ظالمان بی‌رحمانه به او تهمت ناروا بستند. به گفته نبیله وکیل مدافع لیلما نیز مدت در زندان بود اما حال آزاد شده است. افزون بر عدم دسترسی زنان زندانی به محاکم عادلانه و وکیل مدافع، نبود سیستم قضایی سیینی زندگی زنان زندانی را در زندانهای طالبان به کابوس مبدل کرده است. فساد در ساختارهای مالی و اداری طالبان سبب شده که زندانیان نتوانند برغم کمک نهادهای خارجی به غذای مناسب دسترسی داشته باشند. صلیب سرخ تهیه مواد غذایی زندان زنانه ایراد و براده دارد، اما زنان زندانی میگویند که به دلیل دستبرد و مداخله مقامهای طالبان در روند تهیه و توزیع غذا سیستم غذایی آنان نامناسب است و هیچ گونه تفاوت با رژیم غذایی که طالبان در زندان مردانه دارند وجود ندارد. این زندانیان از نهادهای بین المللی حقوق بشری به ویژه صلیب سرخ میخواهند که بر روند توزیع کمکهای خود نظارت کنند.